دوستای من سلام امید که حال دلتون خوب باشه من سلماز بغیر هستم و شما دارین به پادکست لام تا کلام گوش میکنید من تو لام تا کلام از ناگفته هایی میگم که به هر دلیلی ما اونا رو نادیده میگیریم و عجیبه که روی کیفیت زندگی و روابط ما هم تاثیر به سزایی میگذارن شما امروز داریم به اپیزود 112 همه پادکست لام تا کلام که در دیماه ماه 402 ضبط و پخش میشه گوش میکنید و من میخوام به داستان اثر به درک بپردازم یه اعترافی بهتون بکنم الان داشتم صدای خودم رو میکردم گفتم اثر به درک خودم مونده آخه این چه اسمیه ولی خیلی اسم با مسمایی صادقانه بهتون بگم بهتر از این نمیشد سعی کردم عوضش کنم ولی بهتر عوضش نکنم با همین بریم چند وقت که از های من یک کتابی رو خونده بود اومد به من توصیه کرد که منم یه نگاهش بندازم کتاب اسمش هست ها تو Change چگونه تغییر کنیم اثر خانم کیتی میلکمنه اگر تو یوتیوب ویدیوی یه ساعته که سامری کتابم هست گوش کنین فکر کنم مطلب رو میرسونه وگرنه که فارسیش هم میتونین بگیرین و بخونین کتاب برای این روز و روزگار این روزهای ما آدمایی که در خارج از ایران دارین زندگی میکنیم و برای کسایی که بعد از فروردین میخوان دوباره هدف گذاری بکنن موقعیت مناسبی رو ایجاد میکنه که به نحوه هدف گذاریمون بیشتر دقت کنیم روی موانعی که برای رسیدن به اهدافمون باهاشون روبرو میشیم بهتر کار بکنیم و از همه مهمتر زمینه مناسبتری رو برای رسیدن به اهدافمون فراهم بکنیم اون چیزی که تو این کتاب خیلی زیاد برای من کلیک کرد و دلم میخواد راجع بهش باهاتون صحبت کنم مفهومیه که اصلا هیچ جایی به یه عبارت هم نوشته نشده ولی ما ختم به این شدیم که اسمش رو بذاریم اثر درک. چند تا میخوام براتون مثال اول بزنم که یه ذره براتون واضح بشه بعد از رو مثالا بریم ببینیم که تو هدف گذاری چیا رو باید لحاظ کنیم علت اصلی هم که من این اثر به درک و برای این اپیزود انتخاب کردم همینه که خیلی ها به من گفتن سوماز راجب به هدف گذاری برای سال جدید صحبت کن بگو چجوری بتونیم این کار رو بکنیم و چجوری روی هدف سفت و محکم بایستیم و بریم جلو ببینید دوستای من توی هدف گذاری دیگه بهتر میدونین دیگه هدف باید سمارت باشه برین گوگل کنیم ببینین سمارت چیه اونا را دیگه راجبش صد دفعه صحبت کردیم منم تو اپیزود هدف گذاری راجبش صحبت کردم ولی اونا مهم نیست انقدر که من بدونم اول از همه من چرا دارم یه هدف رو انتخاب میکنم من چرا میخوام وزنم رو کم کنم هدف اصلی 89 درصد آدما چرا میخوام بیشتر پول در بیارم چرا میخوام خونه بخرم چرا میخوام محل زندگی ما عوض بکنم چرا میخوام بچه دارشم چرا میخوام ازدواج کنم چرا میخوام کار بهتری داشته باشم آقا چراییش خیلی مهمه چرا چراییش خیلی مهمه به خاطر اینی که وقتی یه جایی میرسه که من توی دورانی هستم که باید مواظب نحوه غذا خوردنم باشم من از لغت رژیم خیلی دل خوشی ندارم میگم لایف استایلمون نحوه زندگیمون نحوه غذا خوردنم میخوام عوض بکنم بعد میرم یه جایی که مثلا دوروریا هم همه دارن همبرگر سفارش میدن با سیب زمینی سرخ کرده بعد اون لحظه همینا بابا بخور یه بار دیگه منم میگم بابا به درک بذار حالا این یه بارو بخورم یا بر خودم برنامه‌ریزی کردم که ورزش کنم بر خودم برنامه‌ریزی کردم که رزومم رو بفرستم بر خودم برنامه‌ریزی کردم که هر روز یه تعداد ساعت‌ها و وقت مشخصی رو برای رسیدن به هدفی که گذاشتم به نحوه مشخصی صرف بکنم بعد یه اتفاقی میفته میگم بابا ولش کن به درک زندگی دو روزه اونجا یه گپ ایجاد میکنم. از اثر به درک برمیگرده به اون گپ‌ها برمیگرده به تاثیر اون گپا ها من الان میخوام راجب به این ماجرا با باتون صحبت کنم راجب مواقعی که ما به هر دلیلی که بر خودمون مسلما توجیه میکنیم اون کاری که باید انجام بدیم در راستای رسیدن به هدف به درک واصلش میکنیم ببخشید من اینجوری دارم بهتون میگم لطفا لغت به درک رو اصلا شخصی نگیرید ولی من چون از تونی رابینز یاد گرفتم برای اینکه یک مطلبی رو به سطح آگاهی کلاینت برسم باید اول یه سری الگوهای فکری رفتاری رو بشکنم لغت به درک بهترین نحوه شکاندن اون الگوهای فکریه یعنی من میخوام برای شما قبه این مطلب رو بیارم بالا که وقتی که من سلماز در راستای رسیدن به اهدافم یه سری کارا باید به سطح سلسله رو مشخص انجام بدم و اون کارا رو هر چند هی میبرم با اثر به درک نابودشون میکنم آخرش من نگاه میکنم میگم ای بابا 2023 هم و و که همینجوری گذشت من نتونستم فلان کار رو درست انجام بدم من نتونستم وزنم رو کم کنم من نتونستم پروموشن بگیرم بعد چه اتفاقی میفته؟ به نظر من اولین آسیب بزرگی که به من سلماز میرسه آسیبیه که به اعتماد به نفسم و نهایتا به حرمت نفسم میخوره به سلف استیم هم میاد چرا چون من یادم نمیاد که من چندین قسمت رسیدن به اون هدف رو به مرور هی hey, به درک فرستادم هایی گفتم این به درک اون به درک به جهنم نخواستم بابا زندگی دو روزه من فقط آخرین نتیجه رو میبینم و با آخرین نتیجه است که تمام سالم ها تو ذهن خودم ارزیابی میکنم به خودم نمره میدم و این یکی از بدترین کارهاییه که واقعا بزرگترین خیانت هایی که ما به عنوان نوع بشر میتونیم به خودمون بکنیم من جای پرانتز باز کنم خیلی وقتا که من در مورد اینی که ما تو رسیدن به اهدافمون عادت سازی و ایمپلیمنت کردن یا نهادینه کردن عادت هامون باید راسخ باشیم و به خودمون سخت بگیریم باید بر خودمون از چوب گیلاس استفاده کنیم وقتی راجع به صحبت میکنم آدما میگن وایس شما خیلی زندگی سخت میگیری اینا رو میگه آدم میترسه اینا رو میگه آدم ناراحت میشه من ناراحت شدم من احساس میکنم که زندگی اصلا انقدر سخت نمیتونه باشه بابا چرا انقدر سخت بگیریم و همه اینا حالا من اینجا میخوام تا همین پرانتز دو تا نکته بر شما مشخص کنم دوست عزیزم ما که همه زندگیمون همه کارهای روزمرهمون چاپ چاپ بر اساس اهداف که نیست که ما خیلی جاها معاشرت میکنیم خیلی جاها تفریح میکنیم ولی هر کدوم از ما به عنوان یک نوع بشر حداقل تو سه تا حوزه زندگیمون لازمی که هدف گذاری کنیم وگرنه به قول تون رابینز whatever doesn't grow will die هر چیزی که رشد نکنه میمیره سه تا حوزه یکی رشد فردیه که وقتی من به عنوان یک انسان از درون از نظر فکری و روحی رشد نکنم به مرور میپوسم و به میرم و ما اون آدمای پوسیده رو تو اطرافمون خیلی داریم میبینیم دوم رشد حوزه روابطمونه با آدمای نزدیکمون و سومم رشد حوزه کاریمونه زندگی اجتماعیمون این ستا رو واقعا نمیشه بدون هدف گذاری جلو برد ما باید برای اینا هدف گذاری کنیم باید بدونیم میخوایم به کدوم سمت بریم وگرنه که میشه 60 سالمون 70 سالمون میبینیم زندگی داره تموم میشه ما به جایی نرسیدیم ولی در کنار اینا ما میتونیم خیلی از خوشی های زندگی رو هم ازشون لذت ببریم پس من اگه بهتون دارم میگم یه جاهایی لازمه که من ما سفت و محکم نگاه کنم نه بابا من میخوام تا 5 سال دیگه تا 10 سال دیگه کجا باشم چی کار کرده باشم بر خودم توی رشد فکریم از نظر منتال هم. سلامت روانم دوم دلم میخواد تو روابط خودم با آدمای نزدیکم هم. مثل همسرم هم. مثل فرزندم هم. مثل دوستای نزدیکم کجا باشم و سوم زندگی اجتماعیم زندگی کاریم روابط اجتماعی میخواد به کجا برسه اینها واقعا هدف گذاری میخواد اینا همچون نمیتونیم بذاریم مثل علف هرز خودش رشد کنه پس من اگه الان دارم راجع به یه اثری به نام اثر به درک صحبت میکنم و میگم این اثر میتونه خیلی جا رو زندگی ما تاثیر بذاره روی این سه تا حوزه است وقتشه که پرانتز 5 دقیقه رو ببندیم حالا ازتون میخوام که توی هر کدوم از این سه تا حوزه برای خودتون بنویسید همین الان تا سال دیگه این موقع دلتون میخواد هر کدوم از این سه تا تون کجا باشه مثلا دلتون میخواد تو حوزه روابطتون کجا باشین روابطتون با همسرتون به کجا رفته باشه دوست دارین بچه داشته باشین دوست ندارین داشته باشین چه میدونم با خانواده نزدیکتون حالا تو هر استیت تو هر سن و سالی که هستید حالا قسمت سخت تمرین رو میخوام بهتون بگم میخوام ازتون خواهش کنم برگردید به 365 روز پیش و از اونجا نگاه کنین ببینید که چند بار توی این مدت کارهایی رو باید میکردید نکردین و گفتین با ولش کن به جهنم به درک چیزهایی که لازم بوده در راستای رسیدن به این اهداف که پارسال گذاشته بودید بر خودتون نهادینه کنین و ببرین جلو پشت گوش انداختین اون پشت گوش جای درکه نه اینکه بگم سرزنش کنید خودتون رو دور از جون وای خاک تو سرم چرا این کار نکردم من که خوب نمیشم نه 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 چون وقتی من بدونم از گذشته چی مانع من بوده اونو ببینم میتونم از اینجا به بعد براش پلان کنم واتس از چیزی که اتفاق افتاده اتفاق افتاده کار نمیشه براش کرد از اینجا به بعد میتونیم چیکار کنیم من میخوام در واقع نقطه های به درک واصل شده اهدافتون رو پیدا کنین بیارید در لحظه حال ببینید و ببینید از اینجا به بعد چجوری میتونین جلوی این حرکت خودتون رو بگیرید اگر به ضررتون داره تموم میشه ببینین یه موقعی هست من میگم من نمیخوام با فلانی و فلانی معاشرت کنم اصلا نخواستم آقا جان اونا هم با من نمیخوان دوست باشن اصلا به جهنم به درک نخواستم باز دوباره تو پرانتز میگم جهنم و درک اینجا فوش نیست دا این مال اثر به درکه این فرق میکنه دوستای من تا اینکه من میخوام روابط بهتری با همسرم داشته باشم یه جاهایی برای رسیدن اون کیفیت رابطه بعد یه سری تلاش ها و افورت های بکنم ولی اونجا که جا سخت است هی جا میزنم ولش کن بابا بدرک ولش کن الان نمیخوام ببینم اون بدرک ها کجاست از اینجا به بعد ببینم باید باش چیکار کنم اگه برام مهم تغییر کنم یه موقع از من برای مثلا مهم نیست تغییر کنم خب دیگه همش بره به درک جهنم ولی یه موقعی هست من دلم میخواد تغییر کنم تو کتاب چگونه تغییر کنیم راجع به این صحبت کرده اون نقطه کورایی به درک رو پیدا میکنین بعد از اونجا به بعد نگاه میکنین ببینیم بعد باشون چیکار کنیم حالا من یه تیکه تو روابطمون میخوام خودم اضافه بکنم به این مطلب چرافشو با یکی از کانت هم صحبت میکردم داشتیم راجب این صحبت میکردیم که یکی از اعضای خانواده نزدیکشون سر ارث و میراث یه قلمبه ارث اینا رو برداشته بود و گشته بود تو جیبش بعد الان خیلی ناراحت و پشیمون بود از چی از اینی که میگفت اون موقع پدر مادر که والدنشون تازه فوت شده بودن و اینا انقدر تحت فشار بودن که تا بیان از اون سود بیان بیرون خودشون رو جمع و جور کنن متوجه شدن که خب این نزدیک عزیز یه همچه حرکتی کرده و من گفتم خب چرا اون موقع شما وکیل نگرفتی چی شد که این کار نکردیم؟ با صادقانه با خودمون فکر کردیم که ما رو نداریم بلش کن به درک دقیقا این جمله رو گفت لغت به درک من از اینجا به ذهنم رسید ولی الان که داریم بعد از یک سال و نیم نگاه میکنیم میبینیم چه اشتباه بزرگی بود ما موقع آخرین ذرات انرژیمون رو باید جمع میکردیم و با اینکه توی سوگ بودیم با اینکه انقدر آزار دیده بودیم وکیل میگرفتیم و این حرکت رو میکردیم چون الان نه فقط از نظر مالی بلکه از نظر روحی هم. دونستن اینکه چنین اچهافی در حقمون شده خیلی داریم آسیب میبینیم دوستای من حالا این سوگ بوده این مرگ بوده این ارث و میراث بوده شما تو روابط خودتون اون جایی که باید یه انرژی مضاعف بذارید اون جایی که باید وایستین رو حق خودتون مرزهای خودتون رو درست بذارید و سفت و محکم اون جایی که هستید بیستید و از حقوق خودتون سالم دفاع کنین اونجا اگه بگید به درک اون یک آسیب عظیمی به اعتماد به نفس و عزت نفس شما خواهد رسوند و این آسیب به سختی قابل جبرانه پیغام من تو این اپیزود پادکست برای شما اینه هر جا احساس میکنین که فقط دارین میگیم به درک که خودتون رو بکشید بیرون و فعلا از این مخمسه بیاین بیرون ولی میبینین که عواقب و کانسکونساش برای مدتهای مدیدی پشت سر شما خواهد بود اونجا جاییه که بعد درک رو بذارید کنار و وارد ماجرا بشید امیدوارم که این اپیزود پادکست به دردتون خورده باشه امیدوارم که با لغت به درک نرفته باشید حالا اینی که این بیادبی فلانه بیشتر سعی کنین کل قبه مطلب رو ببینین که چقدر میتونه تو زندگیتون تاثیر بذاره در دراز مدت و امیدوارم این قلم و کاغذ از دستتون نیفت الان بشین بنویسید ببینین کجاها بوده که آسیب دیدین و کجاهاست از این به بعد ممکنه با اثر به درک بلای سر خودتون میرین که بعدا در راستای برطرف کردن عواقبش تو زحمتهای خیلی بزرگی بیفته. خیلی بسیار زیاد دوستتون دارم ممنونم که هستید دم همتونم گرم که یه همچین پادکست تابوانی شدیم توی باز سپراوت خیلی خوشحالم لطفا پادکست تیبل این تاتس رو به هر کسی که دوست داره به زبون انگلیسی پادکست گوش بکنه معرفی کنین تا اون پادکستم که عضوی از خانواده پادکست لام تا کلامه آروم آروم رشد کنه و بچه‌مون بزرگ شه مهدی حسین عزیزم متشکرم از موسیقی متن و مژگان نازنینم ممنونم که با این عشق و علاقه و دقت صدای منو ادیت میکنید دلتون شاد و تنتون سلامت